درود بر شما دوستان عزیز و همراهان کانال مارکت نیوبی. آزیتا هستم با اخبار هفتگی ارزهای دیجیتال در خدمت شما عزیزان همیشه همراه هستم. در خواب پول در بیاریم دیگه با دفاعی سفر اخبار دیجیتال صحبت کنم. اخبار هفته پیش، هفته سوم سپتامبر، هفته خیلی خوبی بود. خبرهای مثبت و خوبی بود. براتون یک عالمه خبر خوب داریم. خبری که در بلند مدت و یا در میان مدت باعث صعودی شدن بعضی از توکن ها و ارزهای دیجیتال میشه. از خبر چین شروع میکنیم. خبری که شنیدیم در هفته ای که گذشت، در روزهایی که گذشت، که چین برای بار چندمین بار، برای شاید دهمین بار، ارزهای دیجیتال رو در کشور چین ممنوع اعلام کرد و گفتش که این ارزها پر ریسکن، خطرناکن و مافیا وارد پولشویی میشن و خیلی بهانه‌های دیگه، و این ارزهای دیجیتال رو در چین ممنوع کرد. خب بعد از اینکه این اخبار به بیرون اومد و ممنوعیت ارزهای دیجیتال رو در چین شنیدیم، شاهد ریزش بازار بودیم. چرا؟ چون خیلی ترسیدن و شروع کردن به فروش ارزهای دیجیتالشون. خیلی از افرادی که در چین بودن میدونیم که بازار چین خیلی مهمه، چون به خاطر جمعیتی که داره، بازار سهام و بازار ارزهای دیجیتال در چین نقش مهمی داره. ولی چرا من اینو به نظر خوب میگیرم و به سمت خبر خوب میبرم؟ چون اگر بیایم به تاریخچه ارزهای دیجیتال از زمانی که بیت کوین اومد توی بازار رو و در موردش شنیدیم نگاه کنیم، میبینیم بجز سال 2018 بقیه سالها هر بار که چین ارزهای دیجیتال رو ممنوع اعلام کرده، بعد از مدت کوتاهی شاهد صعود ارزهای دیجیتال بودیم. حالا تنها دلیلش رو نمیتونیم بگیم این بوده، ولی با عوامل دیگه‌ای که پیش میاد، در بعد از مدت کوتاهی دیدیم که چه سیر صعودی داشتن ارزهای دیجیتال. به این دلیل من اینو به نیت خوب میگیرم و جز خبرهای خوب اعلام میکنم که این بارم شاهد باشیم که دوباره بعد از این ممنوعیت ارزهای دیجیتال به سمت صعودی بره، با توجه به تاریخچه‌ای که ازش داریم به جز سال 2018. و یه نکته مثبت دیگه هم در این خبر هست، چون بعد از این خبری که اومد و چین اعلام کرد که ممنوعیت داره در چین ارزهای دیجیتال، صرافی بایننس که میدونیم یک صرافی بزرگه و در دنیا تقریبا جز اولین صرافی‌های بزرگ معتبر هست، اعلام کرد که دیگه از کاربران جدید چینی ثبت نام به عمل نمیاره و همینطور صرافی هوی اعلام کرد که دیگه ثبت نام نمیکنه و همین باعث شد که بازار ریزش پیدا کنه. و خب خیلی ها این شانس رو داشتن که در این ریزش خرید کنن. علاوه بر اون، شاهد افزایش قیمت صرافی های توکن و ارزهای صرافی های غیر متمرکز بودیم، مانند وان اینچ، کیک، دودو، دی وای دی اکس و یونی سواب، سوشی و خیلی از صرافی های دیگه. دیدیم که چه رشدی داشتن، به خاطر اینکه میدونیم وقتی که مردم نتونن در صرافی های متمرکز مثل بایننس و کوین بیس، چون باید احراز هویت کنن، وقتی نتونن در اینا ثبت نام کنن و خرید و فروش کنن، خب مسلما به سمت صرافی های غیر متمرکز میرن و این صرافی ها توکن هاشون و ارزهاشون رشد پیدا میکنه. پس به این دلیل این خبر ممنوعیت ارزهای چین رو مثبت بهش نگاه میکنیم، چون هم میتونیم در کفای قیمتی خرید کنیم در ریزش ها و هم میتونیم امیدوار باشیم به صعود دوبارهشون و همینم که ارزهای غیر متمرکز رو که اگر در سبدمون از قبل داشتیم شاهد رشدشون باشیم. پس این یکی از خبرهایی بود که با وجود این که باعث ریزش بازار شد، ما به نگاه مثبت بهش نگاه میکنیم. Market Newbie. Smart Investment. Reliable, repeatable, low risk profit. خب میریم سراغ ارز محبوب و معروف کاردانو. کاردانو اتفاقات خوبی رو پشت سر گذاشت. اولین خبری که در مورد کاردانو بیرون اومد در هفته گذشته و خیلی خبر خوبی بود، اعلام همکاری کاردانو با چین لینک بود که برای هر دو پلتفرم واقعا عالیه و باعث رشدشون میشه. بعد از اینکه کاردانو آپگرید کرد که همه منتظرش بودیم و بعدتون هم شاید رشد صعودیش بودیم، باعث شد که قابلیت قراردادهای هوشمند رو اجرا کنه.
حالا نیازش به یه اوراکل. خب یکی از بهترین اوراکل هم اوراکل های خوبی در بازار داریم و یکی از بهتریناش میدونید که چین لینکه. پس اومد به خاطر این که این قراردادهای هوشمند و این توسعه رو بیشتر انجام بده با اوراکل چین لینک قرارداد امضا کرد، همکاری کردن که برای هر دو پلتفرم واقعا عالیه و آینده خوبی داره. کاردانو سه تا خبر خوب دارم براش که این یکی از خبرهای خوبش بود. خبر بعدی این بود که میدونیم در ویکند در شنبه و یک شنبه یک گرده همایی بزرگی بود در آمریکا در ایالت ویومینگ، اگر اشتباه نکنم اونجا یک گرده همایی بزرگ داشتن و آقای هاسکینسون اومد در مورد این گرده همایی یک خبر خوبی رو اعلام کرد، گفتش که با کمپانی مخابراتی دیش نتورک اعلام همکاری کردن، قرارداد امضا کردن. و چرا این قرارداد مهمه؟ چرا برای کاردانو مهمه؟ کمپانی دیش نتورک در زمینه مخابرات و ماهواره و تلویزیون همکاری داره و جزء 250 کمپانی ثروتمند دنیاست و این خودش خیلی باعث پیشرفت کاردانو میشه، اعتباری که به کاردانو میده. از جزئیات قرارداد چیزی اعلام نکردن ولی اینجوری که مشخصه این کمپانی میخواد از بلاکچین کاردانو استفاده کنه در جهت بهتر و کیفیت بهتر در برنامه‌های مخابراتیش و تلویزیونیش. اینم خبر دومی بود که خود آقای هاسکینسون اعلام کرد و خبر خوبی واکننده‌ای هست برای هولدرهای کاردانو. و میریم سراغ خبر سوم، خبری که در شبکه‌های خبری در موردش صحبت شد، این که به زودی کاردانو میخواد استیبل کوین خودش رو ارائه بده. استیبل کوین چی هست؟ به کوین هایی که در محدوده یک دلار میچرخن و نوسان ندارن ثابت هستن، نوسانشون به شدت کمه و ثابت هستن میگن استیبل کوین، مانند تتر. و چند تا استیبل کوینی که داریم که معروف‌ترینش همون تتره و خب خود تتر هم مشکلاتی داره و همین دلیل کاردانو اگر استیبل کوین خودش رو بیرون بده باعث میشه که هزینه های کاردانو به شدت بیاد پایین، تراکنش ها هزینه های بسیار پایینی داشته باشه و خودش یک تغییر بسیار بزرگ در استیبل کوین هاست که ما هم منتظریم به زودی شاهد این استیبل کوین کاردانو باشه. این سه خبر در مورد کاردانو بود که خبرهای خوبی بود. حالا میریم سراغ خبر XRP یا همون کمپانی ریپل. همونجوری که میدونید کمپانی ریپل از تقریبا حدود 9 ماه 10 ماه پیش به خاطر شکایتی که کمیسیون اوراق بهادار ازش کرد در آمریکا ممنوع شد خرید و فروشش و به شدت این ارز ریزش پیدا کرد به خاطر این شکایت و دادگاهی داره. مدیر عامل ریپل در یک از شبکه‌های خبری با فاکس بیزینس که مصاحبه داشت اعلام کرد که ما آماده توافق هستیم با این کمیسیون اوراق بهادار و این خودش نشانه ای از اینه که این دادگاه تقریبا به آخر رسیده. ولی مدیر عامل ریپل یک شرط داشت، گفتش که به شرطی ما به توافق میرسیم که بتونن این کمیسیون اوراق بهادار شفافیتشون رو اعلام کنن. حالا منظور از این شفافیت چیه؟ منظور اینه که وقتی که کمیسیون اوراق بهادار از ریپل شکایت میکنه به خاطر که میگه که XRP یک اوراق بهادار نیست، این کمپانی وکیلاش ادعا میکنن که دقیقاً کاری که اتریوم داره میکنه همون کار هم ریپل داره میکنه، پس چرا فرق میذارن بین اتریوم و XRP یا ریپل؟ خواهان این بودن که دسترسی پیدا کنن به مدارک اتریوم و ببینن که چرا داره کمیسیون دو تا برخورد دوگانه رو نشون میده و بیشتر درخواست کردن که یه شفافیت داشته باشن تا بتونن خیلی راحت در مورد این اوراق بهادار تصمیم بگیرن.
الانم اعلام کردن این شبکه خبری که ما حاضریم به توافق برسیم به شرط اینکه شما در مورد قوانینتون و بهادارتون شفافیت بیشتری ارائه بدین تا بتونیم با هم به توافق برسیم. این خبر خبر خیلی خوبیه، نشون میده که دادگاه تقریبا داره به آخر خودش میرسه و تا اینجا ریپل برنده است و به احتمال اینکه بتونم بخوام ستل کنم یا به توافق برسن یا ریپل برنده بشه احتمالش زیاده، ولی خب بازم ممکنه سورپرایز بشیم، هر خبر دیگه هم بیاد. این از خبر XRP که براتون داشتم و خبر خوشحال کننده بود، چون XRP جز به چند ارز برتر اوله، تقریبا تو رده پنجم ششم ارزهای برتره و اگر دادگاه رو ببره به شدت سود پیدا میکنه و قیمت خوبی داره، چون عمل کرده بسیار مثبتی در بین بانک ها داره. و بازم خبر مثبت دیگه که در مورد شنیدیم، یکی از بانک ها در کشور بوتان اگه اشتباه نکنم باهاشون اعلام همکاری کرد. هفته های گذشته یک بانک در ژاپن بود که باهاشون اعلام همکاری کرد و این خودش نشونه اینه که XRP در بین بانک ها به خاطر خدماتی که به بانک ها میده به شدت مورد استقبالشون قرار گرفت. ما هم منتظریم که دادگاه رو ببره که به زودی بهتون اعلام میکنیم. شاخص ترس و طمع در هفته گذشته بیشتر رو ترس بود، تو محدوده عدد 27 تا 30 میچرخید و نشون از ترس و ترس شدید بود، به خاطر که بازار بیشتر منتظر نرخ افزایش بهره در آمریکا بود یا اعلام اجرای تیپرینگ بود یا اخبارایی که از چین اومد یا بازار املاک اومد. به این دلیل بیشتر ترس بر بازار حاکم بود، ولی ریزش ها موقتی بود، زیاد شاهد ریزش های شدید نبودیم و بازار بیشتر نشونه ای از این داره که دوباره اون روند سعودی و کندل های سبز خودش رو پیدا خواهد کرد در حالا دان مدت. این از خبرهای هفته گذشته، امیدوارم که هر جا که هستید به دور از هر بیماری باشید و تندرست باشید و با نگاه مثبت و پر از سود به سبب های کیف پولتون نگاه کنید و روزای خوشی رو در پیش رو داشته باشید. تا ویدیوی دیگه و اخبار دیگه با شما عزیزان خداحافظ میکنم. بدرود. اگه میخواید تجربه متفاوت از مشاهده ویدیوهای کلی یوتیوب مارکت نیو داشته باشید، اگه میخواید از تازه ترین خبرها، تفسیرها، تصمیمات اداره خزانه داری آمریکا، تاثیراتش بر روی نرخ ارز، شاخص طلا و و و, و خبر داشته باشید، و اگرم میخواید یه نگاهی هم به بعضی خرید و فروش های ما داشته باشید، به کانال خصوصی یوتیوب مارکت نیو بپیوندید. کافی این دکمه جوین رو بزنید و با نازل ترین قیمت به کلیپ خصوصی ما بپیوندید. همه چیش هم یوتیوب براتون هندل میکنه. لینک ویدیویی که توضیح میده که کلیپ خصوصی یوتیوبی مارکت نیو چی هست رو این بالا میذارم. اون ویدیو رو ببینید حتما، قشنگ مفصلا توضیح دادم که این کلیپ خصوصی چی هست، چه لولی داره، چه خدماتی ارائه میده. اگه بازم سوال دارید پای همین ویدیو به صورت کامنت بپرسید، حتما بچه‌ها کامنت‌های شما جواب میدن. کلیپ خصوصی مارکت نیو در انتظار شماست.